کمبود این ویتامین باعث گرفتگی عضلات میشه. تو این ویدیو ویتامین هایی رو بهتون معرفی میکنیم که باعث گرفتگی عضلاتتون میشه و راه های درمان گرفتگی عضلات رو میخواییم بهتون بگیم و خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه انقباضات دردناکی در عضلات خود تجربه می‌کنید که قابل کنترل نیستن، می‌دونید که گرفتگی عضلات چه حسی داره. گرفتگی عضلات می‌تونه چند ثانیه یا چند دقیقه طول بکشه که معمولاً بعد از ورزش یا استفاده بیش از حد از یک عضله به وجود میاد. علت اون می‌تونه کم آب شدن بدن، کمبود ویتامین یا مواد معدنی و موارد دیگه‌ای باشه. اگه عضلاتتون به طور مرتب میگیره، ممکنه دلیلش کمبود ویتامین و مواد معدنی باشه. ویتامین هایی مثل شماره 1 ویتامین B12. کمبود ویتامین B12 با کاهش فشار خون، لرزش، سوزن شدن و ضعف عضلات مرتبطه که منجر به گرفتگی یا اسپاسم عضلات میشه. ویتامین B12 برای سلامت سلول‌های قرمز خون ضروریه و افرادی که کم خونی یا آنمی دارن با کمبود این ویتامین هم روبرو هستن. ویتامین B12 در سنتز DNA و هدایت عصبی هم دخیله. این ویتامین به طور طبیعی در لبنیات، تخم مرغ، گوشت و ماهی وجود داره. از اونجایی که این ویتامین محلول در آبه، بنابراین مدت کوتاهی در بدن ذخیره میشه. مورد بعدی ویتامین B6ه. مشکلات اسکلتی عضلانی از قبیل گرفتگی پا و بازو میتونه به دلیل کمبود ویتامین B6 باشه. کمبود ویتامین B6 معمولاً در افراد الکلی مشاهده میشه و باعث میشه نتونن تعادلشون رو به درستی حفظ کنن. مصرف این ویتامین به خصوص با سایر گروه های ویتامین B مخصوصاً B12 میتونه در کاهش گرفتگی عضلات مؤثر باشه. همچنین این ویتامین هم محلول در آب و مدت زمان کمی در بدن ذخیره میشه و منابع طبیعی اون عبارتند از اسپناج، گردو، موز و ماهی سالمون. مورد بعدی ویتامین D هستش. گرفتگی عضلات، سوزش و عدم تعادل عضلانی میتونه به دلیل کمبود ویتامین D باشه. سایر مشکلاتی که با کمبود ویتامین D همراهه عبارتند از سرطان استخوان، فشار خون بالا و دیابت. اگه ویتامین D کافی در بدن وجود نداشته باشه، فسفر و کلسیم به اندازه کافی جذب بدن نمیشن و منجر به بیماری تنتانی میشن که باعث ایجاد انقباضهای غیر ارادی عضلات در دست و صورت میشه. بهترین راه برای به دست آوردن ویتامین D تماس مستقیم پوست با نور خورشیده. منابع خوراکی این ویتامین عبارتند از جگر، ماهی چرب و شیر. مورد بعدی ویتامین E هستش. در مواردی کمبود ویتامین E باعث ضعیف شدن جریان خون و در نتیجه گرفتگی عضلات میشه. ویتامین E به رقیق ماندن خون بساط رگ‌ها کمک میکنه که منجر به بهبود جریان خون در بدن میشه. به خصوص اگه گرفتگی رگ‌های وارثی دارید، مصرف اون براتون مفیده. مورد بعدی کلسیومه. بسیاری از مردم نمیدونن که کلسیوم برای عملکرد طبیعی عضلات مفیده. افرادی که میزان کلسیوم خونشون پایینه، ممکنه مبتلا به بیماری تتانی باشن و در صورت درگیر شدن قلب با این بیماری دچار نارسایی قلبی میشن. همچنین کمبود شدید کلسیوم در این حد بسیار نادره، ولی کمبود کلسیوم رایجه، به خصوص در افرادی که به دلیل ترس از افزایش وزن مصرف لبنیات را قطع میکنن. اگه اهل زیاد شیر خوردن نیستید، میتونید از ماست، پنیر یا کشک برای تامین کلسیومتون استفاده کنید. مورد بعدی منیزیومه. کمبود شدید منیزیم نادره، ولی کاهش اون رایجه، به خصوص در رژیم غذایی غربی که میوه و سبزیجات تازه، غلات پردازش نشده و حبوبات در اون به مقدار کم مصرف میشه. اگه دچار گرفتگی عضلات به دلیل رژیم غذایی شدید، شاید بخواید سبزیجات با برگ سبز مثل کلم بروکلی، کلم سبز، کاهو، اسپیناج و مکمل هایی که منیزیم و کلسیم دارن رو استفاده کنید. مراقب باشید، چون زیاده روی در مصرف منیزیم منجر به اسهال میشه. مورد بعدی پتاسیمه. شاید یکی از غنی ترین مواد معدنی موجود در غذا پتاسیمه، ولی باز هم افرادی هستند که کمبود پتاسیم دارن و دلیل اون استفاده از مواد غذایی مشابه و نبود میوه و غلات و دانه ها در رژیم غذاییه. مصرف بیش از حد آب میتونه منجر به خروج پتاسیم از بدن بشه.
بهترین روش برای این مسئله اینه که به اندازه کافی پتاسیم به بدنتون برسونید. مصرف روزانه 5 وعده میوه و سبزیجات میتونه کمک کننده باشه، چه تازه و چه یخ زده و یا پخته. همچنین میتونید از آب هویج یا انگور برای تامین پتاسیم بدنتون استفاده کنید. بدون مشورت پزشک از مکمل پتاسیم استفاده نکنید، چون برخی داروها یا مکمل‌ها ممکنه با پتاسیم تداخل داشته باشن و مصرف زیاد اون به بدن آسیب میزنه. مورد بعدی سدیمه. اغلب افرادی که رژیم غذایی غربی و غذاهای فراوری شده مصرف میکنن به دلیل محتوای نمک بالای اون سدیم زیادی دریافت میکنن. اگه زیاد آب مینوشید یا زیاد عرق میکنید یا عملکرد کلیه هاتون ضعیفه، ممکنه دچار کاهش سدیم و گرفتگی عضلات بشید. و مورد آخر آهنه. آهن به حمل و نقل اکسیژن در بدن کمک میکنه و کمبود اون در بدن ممکنه منجر به سندرم پای بیقرار بشه. بهترین روش برای تعیین سطح آهن آزمایش خونه. منابع اصلی آهن عبارتند از گوشت، مرغ، غلات کامل و آجیل. حالا راه حل های خانگی برای درمان گرفتگی عضلات چیه؟ شماره 1، ماساژ ملایم. گرفتگی عضلات رو میتونید با ماساژ ملایم کاهش بدید، زیرا ماساژ ملایم سبب برقراری بهتر جریان خون میشه و عضلات گرفته رو تسکین میده. قسمت دچار گرفتگی عضلات رو با بیوفریز ماساژ بدید. مورد بعدی استفاده از دوش داغ. وان گرم یا دوش داغ میتونه موجب کاهش گرفتگی عضلات بشه. گرما موجب رفع گرفتگی عضلانی و تسکین اون میشه. مورد بعدی کششه. یه برنامه منظم کشش عضلات به حفظ انعطاف پذیری و آرامش عضلات کمک میکنه و از گرفتگی عضلات جلوگیری میکنه. انگشت پاتون رو رو به بالا قرار بدید، پاهاتون رو به سمت سرتون بکشونید، 30 دقیقه در همین حالت بمونید. این کشش سبب شل شدن عضلات کمر میشه و در صورت گرفتگی عضلات جلوی رانتون، پاهاتون رو به سمت سرینیتون بکشید و 30 دقیقه در همون حالت بمونید. مورد بعدی کاهش گرفتگی عضلات با کمپرس سرد و گرمه. یک کیسه یخ رو روی ناحیه مبتلا به مدت 10 دقیقه یا به مدت قرمز شدن موزه مالش بدید تا به شل شدن و رفع گرفتگی عضلات کمک کنه. قرمزی موزه به این علته که سلولهای قرمز خون موجب گرمی عضلات میشه. کمپرس گرم یا استفاده از یه حوله گرم یا پتوی برقی موجب تحریک جریان خون موزه و رفع گرفتگی عضلات میشه. مورد بعدی آبرسانی بدنه. کم آبی ممکنه موجب گرفتگی عضلات بشه، پس بهتر هر روز آب بنوشید تا به جبران مایعات از دست رفته بدنتون بپردازه. رژیم غذایی سالم داشته باشید. ممکنه کمبود یه ماده غذایی در بدن موجب گرفتگی عضلات بشه. طبق گفتم پتاسیم و کلسیم و همچنین سدیم میتونه موجب گرفتگی عضلات بشه. مورد بعدی استفاده از چای بابون است. برای کاهش گرفتگی عضلات مصرف حداقل 5 فنجان چای بابونه در روز بسیار کمک کننده است، زیرا چای بابونه دارای یه نوع اسیدامینه به نام گلیسینه که به آرامش عضلات کمک میکنه. مورد بعدی استفاده از عسله. عسل میتونه در رفع گرفتگی عضلات مؤثر باشه. مصرف 2 قاشق چایخوری عسل با غذا باعث جلوگیری از گرفتگی عضلات ساق پا میشه. مورد بعدی خردل یا آب نمکه. یه قاشق خردل یا کمی آب نمک برای رفع گرفتگی عضلات با یکدیگر میتونه مفید باشه. مورد بعدی سرکه سیبه. سرکه سیبه منبع غنی از پتاسیمه. یه قاشق چایخوری عسل و 2 قاشق چایخوری سرکه سیب با آب مخلوط کنید و بنوشید. و مورد آخر استفاده از بکمپلکسه. مکمل های ویتامین بکمپلکس موجب کاهش گرفتگی عضلات میشه. البته باید در مصرفش با پزشکتون مشورت کنید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیوی بعدی. شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.